اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه از طرف‌های درگیر در سودان خواستند تا فوراً تهاجم‌های نظامی خود را متوقف کنند و برای کاهش تنش در الفاشر مرکز استان دارفور شمالی اقدامات لازم را انجام دهند. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم را می‌بینیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد در شرایطی از طرفین درگیر خواست تا تهاجم‌های متقابل خود را متوقف کنند که گزارش‌های مبنی بر حمله قریب الوقوع نیروهای پشتیبانی سریع و شبه نظامیان متحد آنها منتشر شده که می‌تواند جان صدها هزار آواره را تهدید کند. بر اساس گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، از 14 آوریل زمانی که نیروهای مسلح سودان عملیات خود را به سمت الفاشر آغاز کردند، در جریان درگیری بین نیروهای مسلح سودان و نیروهای پشتیبانی سریع با حمایت شبه نظامیان مربوطه آنها، حداقل 43 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. این وضعیت وخیم با کمبود شدید تدارکات و مایحتاج ضروری مردم تشدید می شود، زیرا تحویل کالاهای مورد نیاز و کمکهای بشر دوستانه به دلیل شدت درگیری و چالشهای دسترسی از طریق قلمرو تحت کنترل نیروهای پشتیبانی سریع به شدت محدود شده است. این جنگ همچنین بیش از 6 میلیون غیر نظامی را در داخل سودان و 1,800,000 نفر دیگر را در خارج از مرزهای این کشور آواره کرده است و علاوه بر آن یک بحران بزرگ و فراگیر را نیز بر این کشور تحمیل کرده، به گونه ای که 25 میلیون نفر را به کمک‌های بشردوستانه نیازمند نموده است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، شکست در مدیریت بحران‌ها و درگیری‌ها در جهان را از زمان تصدی سمت دبیر کلی سازمان ملل قابل توجه توصیف کرد. وی خواستار بازنگری در عملکرد و پاسخگو کردن سازمان‌هایی شد که در کشورهای مختلف از جمله سودان و یمن به دلیل انتشار گزارش‌های نادرست در ازای دریافت رشوه بر جنایات و تخلفات جنگی در جهان سرپوش می‌گذارند. رئیس سازمان‌های جامعه مدنی سودان نیز طی بیانیه‌ای مطبوعاتی بی‌توجهی سازمان ملل به نقض حقوق بشر و عدم ارائه کمک‌های بشردوستانه به قربانیان جنگ را محکوم کرد. وی همچنین تأکید کرد مردم سودان در شرایط امنیتی و طاقت فرسایی به سر می‌برند و جهان باید این واقعیت را دریابد که سودان اکنون در شرایط غم‌انگیزی به سر می‌برد که نیاز به حمایت و پشتیبانی جهانی دارد. دکتر سید برهان الطافی، پژوهشگر سیاست و حقوق بشر، از گیلان با ما همراه هستند. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای دکتر الطافی، آیا بیانیه سازمان‌های جامعه مدنی سودان در نقش‌آفرینی مؤثرتر سازمان ملل متحد در جهان برای جلب کمک‌های مؤثر و آگاهی دنیا از فجایعی که در سودان در حال رخ دادن است تأثیر گذاره؟ با عرض سلام و وقت بخیر، امیدوارم خوب و سلامت باشین. برداشت من این است که بیانیه سازمان‌های جامعه مدنی سودان می‌تواند بازتاب دهنده این خواسته‌ها باشد. یک، رصد و نظارت بر وضعیت حقوق بشر در سودان، حمایت از فرایند صلح، حفظ و استقرار دموکراسی، حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی و همچنین پیشگیری و مدیریت بحران. بنابراین این بیانیه، یعنی بیانیه سازمان‌های جامعه مدنی، می‌تواند با معذرت نقش مهمی در جلب توجه در واقع جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی بر وضعیت بحرانی خشونت‌ها، آوارگی، مهاجرت و فقر سودان‌ها داشته باشد. اما تأثیر آن بستگی به میزان توجه و واکنش‌های بین‌المللی دارد که در واقع اوضاعی که در سودان جریان دارد آن را رصد بکند. بله. و در واقع برش اعلامیه صادر بکند، اولا دخیل بسازد.
بله، آیا توصیه شورای امنیت باعث خواهد شد که طرف‌های درگیر در سودان ترک مخاصمه نمایند؟ در این باب توصیه های شورای امنیت ممکن است در تحولات سیاسی و امنیتی بحرانی سودان تاثیرگذار باشد، اما عوامل داخلی همانند دولت، گروه های مختلف قومی و مذهبی، گروه های مسلح و ارزم به حضور شما جامعه مدنی که این گروه ها در فرایندی که در سودان جریان دارد دخیل هست، به خواسته ها و مطالبات اینها باید توجه بشود و از جانب دیگر یک اجماع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که در تحولات یمن دخیل هست شکل بگیرد تا چالش ها و مشکلاتی که در سودان جریان دارد به صورت بنیادین و اساسی حل بشود تا اینکه یک اجماع فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای و ملی شکل نگیره این جریان خواهد داشت، این وضعیت دوامدار و استمرار پیدا خواهد کرد. بله، آقای دکتر چه پیش بینی از آینده اوضاع در سودان دارید؟ در مورد آینده سودان پیش بینی دقیق یک امر دشوار هست، بحثی علوم دقیقه و علوم تجربی نیست، چون بستگی به عوامل انسانی داره، عوامل انسانی پیش بینی فیکس ازش کاری سختیه و این ادعا در واقع وقلایی نیست، اما می توان گفت که اگر توجه به پیشرفت های سیاسی، اقتصادی، آزادی بیان، اصلاحات قانونی، انتخابات، تأمین حقوق بشر و نیز میزان همکاری میان طرف های مختلف شکل بگیرد، ممکن است که وضعیت کشور سودان بهبود پیدا بکند و تا زمانی که عوامل فوق الذکر بهش توجه نشود این وضعیتی که در آنجا جریان داره تداوم پیدا میکند و پیش بینی وضعیت دقیق از چنین کشوری که دچار بحران در واقع همه جانبه هست از یک جهت میتوان گفت امری در واقع درست نیست و نمیشه تحلیل کرد. تنها عواملی که میتواند این گروه ها را و دولت های دخیل را کنار هم قرار بده تأمین منافع و در واقع ایجاد یک دموکراسی پایدار و از طرف دیگر شکلگیری منافعی که همه گروه ها بتواند زیر یک چتر کنار هم قرار بگیرد و جلوی خشونت ها گرفته شود و قدرت به صورت مسالمت آمیز میان طرف های درگیر تقسیم شود و یکی از اساسی ترین معضل در کشورهای در حال گذار بحث انحصار قدرت است. قدرت اگر توزیع بشود و مشارکت در قدرت شکل بگیره امکان پایان یافتن و بحران ها وجود داره و بله. با این حساب میشه که یک پیشبینی از اوضاع انجام بشه. بله، دکتر سید برهان الچافی، پژوهشگر سیاست و حقوق بشر از گیلان، ممنونم از شما.